بپردازیم به پرکاربردترین سوالاتی که در انگلیسی پرسیده میشه و پاسخ به اونها. همینطور که میبینید اولین سوالی که و از شما ممکنه پرسیده بشه و پرکاربردترین سوال هم هست این سوال: What's your name? What is your name? What's your name? هر جا شما برید ممکنه این سوال از شما پرسیده بشه، در مصاحبه شغلی، در یافتن یک دوست جدید، و شما باید بلد باشید به این سوال پاسخ بدید که اکثر شما هم بلدید. پاسخش اینه: My name is Mori, for example. یا اینجا میتونید شما در کامنت عنوان اولین سوال بنویسید: What's your name? من از شما میپرسم: What's your name? در مورد تلفظ W باید توجه بکنید. من همواره گفتم به بچه ها و باز هم باید بگیم تلفظ W با تلفظ V فرق داره. باید توجه بکنید. وقتی که شما میخواید W رو تلفظ بکنید، به دلیل اینکه بسیاری از ایرانی ها، حتی دوستان افغان، حتی دوستان تاجیک، دیده میشه که W رو اشتباه تلفظ بکنید. شما زمانی که میخواید W رو تلفظ بکنید، باید لبهاتون حالت بوسه، هوا خارج بشه از دهان شما. وا. What's your name? ما هیچ وقت تلفظ نمی کنیم واتس، یعنی در واقع نیشه دندون بالا لب پایین رو در مورد تلفظ W نمی گزه. اون تلفظ V به این صورته. برها What's your name؟ اولین سوال. My name is. در کامنت منتظر پاسخ شما هستید. من از شما می پرسم What's your name؟ My name is, for example. My name is Mori. My name is Milad. My name is شراره. My name is مینا. هر چی که اسمتونه در کامنت پاسخ بدید. بریم سوال بعدی. Where are you from؟ سوال دومی که از شما ممکن بپرسن از کجا اومدید، یا به صورت دوم Where do you come from؟ Where دوباره در مورد تلفظ W باید توجه بکنید. Where are you from؟ از کجا هستی؟ اهل کجا هستی؟ Where do you come from؟ خب اینم حالت دومشه، از کجا میای یا اهل کجا هستی، دو تاش فرقی نداره، یک مفهوم رو میرسونه. اهل کجایی؟ از کجا داری میای؟ از کجا اومدی؟ Where are you from؟ Where do you come from؟ فرقی نمیکنه. باز هم منتظر پاسخ شما هستیم. میخوایم ببینیم که شما دوست عزیز از کجا هستید و از کجا همراهی میکنید ما رو. I'm from Afghanistan, for example. I'm from Tehran. هم میتونید شهرتون رو بگید، هم میتونید کشورتون رو بگید. این بستگی داره به موقعیت. اگر مثلا شما در منچستر زندگی میکنید و رفتید لندن، یه نفر در لندن از شما میپرسه Where are you from؟ میتونید بگید I'm from Manchester. اگر در ایران هستید یا در مرکل میخواید یک شهر دیگر رو بگید، مثلا میگید I'm from همدان، I'm from اصفهان، I'm from مشهد. یا اگر افغانستان هستید I'm from کابل، I'm from هرات. یا اگر منظور و تاکید روی کشور شماست، میگید در این پاسخ میتونید بگید I'm from ایران، I'm from استرالیا، I'm from United States، I'm from UK، United Kingdom، I'm from Afghanistan، I'm from تاجیکستان، و کشورتون رو بگید. یا میتونید در حالت دومش بگید I come from اسم کشورتون، I come from اسم شهرتون، یکی مشخص. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی همطور که ممکنه حد زده باشید What's your surname? What is your surname? اسم فامیلیتون چیه؟ What is your family name? دو تا حالتش هم ممکنه از شما پرسیده بشه، دو تا حالتش هم ممکنه. What is your surname? What's your family name? What is your family name? در پاسخ میتونید بگید My family name is Smith. حالا این جای اسمیت میتونید فامیلی خودتون رو بذارید. My family name is حکیمی. My family name is اصغری. My family name. هر چیزی که نام فامیلیتونه میتونید اینجا جایگذاری بکنید و بگید. یا میتونید بگید My surname is حکیمی, for example. یا مثلا
میتونید فقط کافیه اصلا پاسخ کامل هم میتونید ندید، میتونید فقط بگید عسقری، میتونید فقط بگید حکیمی یا حالا هرچی که هست. بریم سوال بعد. What's your first name؟ ممکنه بعضی جا از شما اسم کوچیک شما رو بپرسن، معمولا در ارتباط دوستانه ممکن از شما اسم کوچیکتون رو بپرسن. What's your first name؟ اسم کوچیکتون چیه؟ اسم اولتون چیه؟ میتونید بگید My first name is موری، یا همین میتونید فقط بگید موری، اسم هم فقط پاسخ کوتاه بدید. خب من از شما میپرسم، میخوام ببینم اسم شما چیه عزیزی که همراهی میکنید ما رو. My first name is، پاسخ بدید در کامنت، منتظرم. My first name is محمد. My first name is علی. توجه بکنید، موضوع مهم، در نوشتن وقتی که میخواید بنویسید اسمتون رو، اسم کاراکتر اول یعنی در واقع حرف اول اسم حتما باید به صورت کپیتال یا بزرگ نوشته بشه. این خیلی مهمه. هر اسمی، اسم خاص، اسم شما یک اسم خاصه، شما هیچ وقت اسمتون رو نباید ترجمه بکنید و هیچ وقت یک اسم خاص ترجمه نمیشه. به خاطر همین اسمهای خاص همیشه با حرف اول نوشته میشن که مشخص بشه این یک اسم خاصه. پس توجه بکنید وقتی که دارید می‌نویسید My first name is، اسمتون اول کاراکتر بزرگ باشه. در کامنت بنویسید حتما به عنوان تمرین که یادتون بمونه. بریم سوال بعدی. What's your address? What is your address? Address. Address. What is your address? What's your address? آدرس چیه؟ ممکنه تو مصاحبه بپرسن، یه نفر دوستی بخواید آدرس خونتون رو بدید یا هر چیز. به صورت کامل به این صورت شما میتونید پاسخ بدید. My address is. آها، حالا نکته مهم. در انگلیسی کلا شما وقتی میخواید آدرس بدید، ممکنه شما در فارسی یا اردو یا زبانی که عادت دارید به صورت اول کشور، بعد شهر، بعد شهرستان، بعد کوچه، بعد خیابون، ببخشید، بعد خیابون، بعد کوچه، بعد بنبست و آدرس پلاک آپارتمانتون و طبقه مورد نظرتون رو بگید. ولی در انگلیسی کاملا برعکسه، یعنی شما شروع میکنید از دم خونتون آدرس میدید، به جای اینکه از کشورتون آدرس بدید تا دم خونتون، از دم خونتون یعنی از پلاک واحدتون یا از پلاک خونتون شروع میکنید آدرس میدید. به صورت کامل بخواید آدرس پاسخ بدید هم میشه My address is number 5 Auburn Street تهران ایران مثلا، یا مثلا میتونید بگید My address is number 6 محمدی استریت کابل افغانستان، یا حالا آدرسی که دارید، یا My address is 6 floor طبقه 6 number 8 شماره 8 مکدونهلد استریت لندن یونایتد کینگدم. پس از در واقع دم خونه شروع میکنیم به سمت آدرس کشور میریم، از دم خونه در انگلیسی. ولی در حالت در فارسی، حالتی که ما داریم یا ممکنه برای شما رایج باشه، از کشور شروع میکنیم به دم خونه میرسیم. پس این موضوعی که بر آدرس دهی باید بهش توجه بکنیم. کافیه در پاسخ بگید My address is، دقیقا از دم خونه شروع کنیم تا به کشور برسیم. بریم سوال بعد. Where do you live؟ دوباره در مورد تلفظ W توجه بکنید. من اینو هی میگم چون خیلی دیده میشه زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن. ببینید اینجا هم V رو داریم در live، هم W رو داریم در where. Where do you live? Where do you live? Where do you live؟ کافیه به جای سه نقطه‌ای که دارید مشاهده میکنید اسم شهرتون رو بگید. I live in Tehran. I live in Melbourne. I live in Sydney. I live in Herat. I live in Kabul. I live in United States. I live in. هم میتونید کشور رو بگید، هم میتونید شهرتون رو بگید. اوکیه، فرقی نمیکنه. I live in California. I live in New York. I live in Seattle. هر جا شما در پاسخ به این سوال در کامنت دوباره پاسخ بدید. I live in، اسم شهرتون یا اسم کشورتون رو حتما بنویسید. تمرینه، نترسید، حتما کامنت بکنید، یاد میگیرید اینجور. بریم سوال بعد. سوال 7. خب What's your telephone number؟ ممکن از شما تلفنتون رو بخواد. یه خانوم ممکن از شما تلفنتون بخواد. یا آقا ممکن از شما تلفنتون رو بخواد.
هم به صورت What's your phone number میتونه پرسیده بشه، هم به صورت کاملتر What's your telephone number یا What's your mobile number. خب الان دیگه همه موبایل دارن، ممکنه شما اینجا تلفن نمبر ممکنه به همون موبایل هم اشاره بکنید، خیلی مهم نیست. What's your mobile number? What's your cell phone number؟ که در واقع دوباره به موبایل شما اشاره میکنه. What's your number؟ اصلا ممکنه فون یا تلفن یا موبایل هم گفته نشه. What's your number؟ و اشاره بکنه به منظورش تلفن شما باشه، شماره تلفن شما باشه. What's your mobile number? What's your cell phone number? What's your telephone number? What's your phone number? What's your number؟ حالت هاییست که ممکن از شما پرسیده بشه. دوباره در مورد تلفظ W توجه بکنید. در پاسخ میتونید بگید My number یا My phone number, My cell phone number, My mobile number is. آها، حالا نکته در مورد بیان تلفن، یعنی بیان تلفن وقتی میخوای تلفن رو بگی یا یک عدد طولانی رو بگی، در انگلیسی معمولا رایجه که شما اعداد رو دونه دونه بخونید. اوکی؟ اینجوری خیلی راحت‌تره و طرف هم بهتر میتونه متوجه بشه. ممکنه طرف شما یک فرد غیر انگلیسی زبان باشه و شنیدارش و لیسنینگش ضعیف‌تر باشه. به خاطر همین شما عدد عدد که میخونید و جدا جدا که میخونید، طرف خیلی راحت‌تر میتونه یادداشت بکنه و نوت برداری بکنه. خب برای خوندن مثلا این شماره میتونیم بگیم My phone number is 209-786-9845. مثلا این شماره موبایل حالا فرضیه، حالا نرید بهش زنگ بزنید، فرضیه شماره. My phone number is 209-786-9845. با عنوان مثال شما میتونید برای خودتون تمرین کنید My phone number is، حتما صدای خودتون رو ضبط کنید تو اعداد. تو دیده میشه زبان آموزا در بیان اعداد و در شنیدارشون خیلی ضعیف هستن. این به خاطر اینه که کمتر اتفاق افتاده که شما بشنوید، یادداشت بکنید، نوت برداری بکنید، صدای خودتون رو ضبط بکنید، گوش بدید. این باعث میشه که تقویت لیسنینگتون اتفاق بیفته. پس شما چی؟ My phone number, my cell phone number, my cell number, my mobile number is شماره موبایلتون. برید سوال بعد. آها، How old are you? How تلفظ how رو how تلفظش به این صورتی که دارید میشنوید How old are you? چند سالتونه؟ مشخصه. میتونید کوتاه بگید 25 for example، بگید I am 28، I'm 31، I'm 35، هر چیزی عدد سنت. یا میتونید کامل بگید I am 25 years. اون اسش رو توجه بکنید، اس جمع اشاره میکنه به 25. I'm 25 years old. I'm 35 years old. I'm 25 years old. میتونم از شما بپرسم How old are you؟ در کامنت پاسخ بدید. بنویسید، نترسید، حراس نداشته باشید از بیان و از چیزی که بلدید بیانه. اشتباه بکنید اصلا مشکلی نداره. شما دارید یاد میگیرید و تا اشتباه نکنید خوب یاد نمیگیرید. بریم سوال بعد. خب این سوال به دو صورت ممکنه پرسیده بشه. When were you born؟ کی به دنیا اومدی؟ یا میخواید تاریخ تولدتون از شما بپرسه. When were you born؟ When were you born؟ تلفظ W رو توجه بکنید. When were you born؟ کی به دنیا اومدی؟ یا Where were you born؟ Where were you born؟ تلفظ where و where در اینجا دوتاشون یه جور تلفظ میشه. Where were you born؟ کجا به دنیا اومدی؟ When were you born؟ کی به دنیا اومدی؟ تاریخ میخواد مثلا. یا Where were you born؟ کجا به دنیا اومدی؟ در پاسخ میتونید بگید I was born، دقیقا به همین صورت در دو حالت. I was born in 1961. I was born in 1987. I was born in سال تاریخ تولدتون. یا میتونید شهرتون رو بگید I was born in تهران. I was born in London. خب
من دوباره از شما سوال میپرسم، حتما بیان بکنید در کامنت بگید، سوال رو تکرار بکنید پاسخش رو. When were you born؟ حالت اول. کی به دنیا آمدی؟ حالت دوم. Where were you born؟ کجا به دنیا آمدی؟ کامنت بگذارید، بیان بکنید، نترسید از بیان. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی، Are you married؟ متعهلی؟ What's your marital status؟ یا میتونه رسمی تر از شما بپرسه، What's your marital status؟ حالت ازدواجی چطوره؟ مجردی؟ متعهلی؟ اگر مجردی میتونید بگید I'm single. I am single. یا میتونید اگر متعهلی بگید I am married. I am married. خب سوال بعدی، What do you do؟ این سوال رو وقتی از شما میپرسند منظورشون نیست، این نیست که حال شما چطوره. What do you do؟ یعنی چی کار میکنی؟ شغلت چیه؟ چی کاره ای؟ What do you do؟ What do you do؟ یا رسمی تر میتونه از شما بپرسند What's your job؟ What is your job؟ What's your job؟ What do you do؟ شما در پاسخ به این صورت میتونید پاسخ بدید I am a teacher. I am an engineer. I'm a teacher. در پاسخ من از شما میپرسم الان، در کامنت منتظر پاسخ شما هستم. What do you do? What is your job? What's your job? در پاسخ میگید I am a یا I am an. حالا شغلتون رو میتونید بگید. سوال بعدی، Where did you go? کجا رفتی؟ سوالی که خیلی پرسیده میشه. Where did you go? در پاسخ میتونید بگید I went to a friend's house. اون آپاستروفی اسی هم که میبینید مالکیت یک جاندار یا یک فرده که به این صورت استفاده میشه. I went to a friend's house. در مورد این مالکیت و آپاستروفی اس قبلا در مورد پست‌های آموزشی صحبت کرده بودیم. من این پست رو سعی میکنم به صورت یک کامنت براتون بگذارم، حتما بخونید این رو در قسمت کامنت، حتما بخونید، بیشتر در موردش خواهید فهمید و متوجه خواهید شد. سوال بعدی، What did you do؟ چی کار کردی؟ ببینید What did you do در گذشته دارم میپرسم چی کار کردی؟ اگر رفتی خونه دوستت چی کار کردی؟ What did you do؟ میتونید بگید We played video games. یا کارهای دیگه کردی میتونید در پاسخ بگید We played video games. Where were you؟ کجا بودی؟ Where were you؟ کجا بودی؟ I was in New York for the weekend. I was in New York for the weekend. در تعطیلات من در نیویورک بودم. I was in London for 5 days. به مدت 5 روز در لندن بودم. I was in London for 5 days. سوال بعدی، این سوال به دو صورت ممکنه پرسیده بشه. این رو من حالتهای مختلفش رو براتون میگم، خوب توجه بکنید. Have you got a car? Have you got a car? Have you got a job? Have you got a house? یا have you got a pen؟ هر چیزی که هست. حالت بعدیش، Do you have a car? Do you have a job? Do you have a house? یا Do you have a pen? Do you have a jeans? Do you have a computer? هر چیزی که هست. در پاسخ میتونید بگید، اگر پاسختون مثبت باشه، Yes, I've got a good job. I've got a pen. I've got a computer. یا میتونید بگید، همین got هم میتونید نگید. I have a good job. I have a computer. I have a boyfriend. I have a girlfriend. و هر چیزی که هست. سوال بعدی، دوباره این هم به همون صورت. Have you got any children? Have you got any friends? Have you got any books? آیا هیچ بچه‌ای داری؟ آیا رفیقی داری؟ آیا کتابی داری؟ یا به صورت Do you have any children? Do you have any friends? Do you have any books? اینجا باید به صورت any با جمع باید بیاد، توجه باید بکنید بهش. Do you have any books? در پاسخ مثلا میتونید بگید در پاسخ Do you have any children? میتونید بگید Yes,
I've got three children. یا میتونید بگید I have three children. Two boys and a daughter. یا میتونید بگید No, I don't have any children. I don't have any books. I don't have any friends. I'm sure. سوال بعدی Can you play tennis? میتونی تنیس بازی کنی؟ Can you play golf? میتونی گلف بازی کنی؟ گلف بلدی؟ گلف بازی بلدی؟ Can you play football? فوتبال بلدی؟ فوتبال بازی کردن بلدی؟ Can you play tennis مثلا یا Can you play golf? در پاسخ میتونید بگید Yes, I can play golf. یا میتونید بگید No, I cannot play golf. I can't play golf. I can't play football. I can't play tennis. بریم سوال بعد. خب یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده میشه. Can you speak English? Can you speak French? Can you speak Japanese? Can you speak Portuguese? Can you speak Arabic? Can you speak Farsi? آیا بلدی فلان زبان رو صحبت بکنی؟ میتونید بگید اگه نمیتونید No, I cannot یا I can't speak Japanese. No, I cannot or I can't speak Chinese. یا اینکه بله شما انگلیسی بلدید. Yes, I can speak English. Yes, I can speak Portuguese. Yes, I can speak Urdu. Yes, I can speak Farsi. Yes, I can speak Persian. Okay. حالا من از شما میپرسم. Can you speak English? در کامنت منتظر پاسخ شما هستم. پاسخ بدید. Yes, I can speak English. منتظر پاسختون هستم در کامنت. سوال بعد. Could you speak English? Could you speak German? Could you speak French? Could به گذشته داره سوال اشاره میکنه. Could you speak Japanese یا هر زبان دیگری? When you were 5, when you were 2, when you were 15 years old. وقتی که فلان سال بودت، وقتی که فلان قد سال بودی، وقتی که چند ساله بودی، میتونستی فلان زبان رو صحبت بکنی؟ Could you speak English when you were 5 years old? آیا 5 ساله که بودی میتونستی انگلیسی صحبت بکنی؟ Yes, I could speak English when I was 5 years old. دوباره اس years باید فراموش نشه. Yes, I could speak Farsi when I was 5 years old. Yes, I could speak English when I was 15 years old, for example. یا میتونید بگید Yes, I could speak Urdu when I was 20 years old. Okay. بریم سوال بعدی. How do you do? How do you do? How do you do? یعنی چطوری؟ چیکار میکنی؟ اوضاع چطوره؟ هر حال شما رو میپرسه. احوال پرسی میکنه از شما. یه مقدار رسمی تره. در پاسخ میتونید بگید دقیقا میتونید بگید How do you do? Pleased to meet you. از دیدار شما خوشوقت شدم. خوشبخت نیست. خوشوقت یعنی باعث شد که ایام و وقت خوبی داشته باشم. How do you do? میتونید فقط بگید در پاسخ بگید How do you do? شما چطورید؟ یا میتونید بگید Pleased to meet you. Pleased to meet you. سوال بعدی How are you? How? تلفظ how رو دقت بکنید. How are you? چطوری؟ پاسخ میتونید بگید Fine. Thanks. 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 تلفظ TH رو تلفظ دقت بکنید. Thanks. نوک زبون زیر دندونهای نیش بالا. Thanks. تانکس نیست. تانکس یعنی تانک ها. دنکس هم نیست. نداریم همچه چیز. Thanks. وقتی TH رو در این حالت thanks میخواید تلفظ بکنید نوک زبونتون همونطور که عرض کردم نیش دندون های بالا thanks and you و شما چطورید how are you how are you سریعتر how are you how تلفظ how are you fine یا میتونید تفقط بگید thanks how are you شما چطورید خب حالا من از شما میپرسم how are you در کامنت پاسخ بدید منتظر پاسختون هستم
سوال بعدی، How can I help you؟ این سوال خیلی کاربردیه. ممکنه شما رفته باشید روی رستوران، ممکنه رفته باشید یه مرکز خرید، ممکنه جایی باشید یه نفر به شما پیشنهاد کمک بده. How can I help you؟ How can I help you؟ How can I help you؟ یعنی که میتونه پیشنهادش دوستانه تر باشه، غیر رسمی تر باشه. May I help you؟ میتونم کمکتون بکنم؟ حالت اول How can I help you؟ چطور میتونم کمکتون کنم؟ May I help you؟ میشه کمکتون بکنم؟ خب شما میتونید در پاسخ بگید Yes, I'm looking for a sweater. دارم دنبال یه سویتر میگردم. I'm looking for a pen. من دارم دنبال یک خودکار میگردم. I'm looking for an address. I'm دنبال یه آدرس دارم میگردم. پاسخش مشخصه. I'm looking for a... حالا اون چیزی که میخواید بگید. خب سوال بعدی، شما فرض بگید رفتید مرکز خرید، یک لباس رو میخواید پروو بکنید، میخواید بپوشید، امتحان کنید ببینید اندازتون یا اندازتون نیست. Can I try it on? Can I try it on? میتونم بپوشم؟ میتونم پرووش کنم؟ در پاسخ به شما میگه Sure! The changing rooms are over there. اتاق پرووامون، اتاقای تعویض لباسمون اون وره. Yes! Yeah, sure! The changing rooms are over there. Can I try it on? Can I try it on? Sure! The changing rooms are over there. سوال بعدی، How much does it cost؟ یا How much is it؟ چنده؟ قیمتش چنده؟ How much does it cost؟ چقدر هزینه برمیداره؟ How much is it؟ چنده؟ در پاسخ ممکنه به شما بگه It's $45. It's $12. It's $100. قیمتش رو به شما بگه. دوباره یک بار تکرار میکنیم How much does it cost؟ یا How much is it؟ شما میپرسید، ایشون فروشنده به شما میگه It's $45 for example. سوال بعدی، How would you like to pay؟ از شما میپرسه فروشنده چطور میخواید پرداخت کنید؟ در پاسخ میتونید بگید اگه کارت اعتباری داشته باشید میتونید بگید By credit card، By debit card، یا میتونید نقدی بگید By cash. How would you like to pay؟ چطور میخواید پرداخت کنی پولشو؟ By credit card یا by cash یا by debit card. همشون ممکنه، حالا بستگی به شرایط شما داره. خب سوال بعدی، شما میپرسید Can I pay by credit card؟ Can I pay by cash؟ Can I pay by check؟ Can I pay by debit card؟ خب مشخصه، میتونم با کارت اعتباری بپردازم، میتونم نقدی بپردازم، میتونم با چک بپردازم، میتونم با کارت دبیت کارت بپردازم. پاسخ به شما میده Certainly، البته قطعا. We accept all major cards. We accept all major cards. ما اکثر کارت ها رو میپذیریم. پاسخش مشخصه. سوال بعدی، خب دوباره این حالت دو حالتیه، دقت بکنید من حالتهای مختلفش رو براتون میگم. Have you got something bigger؟ آیا چیزی بزرگتر دارید؟ یا میتونید بگید Do you have something bigger؟ سایز بزرگتر داری؟ سایز بزرگترش رو دارید؟ Do you have something bigger؟ یا Do you have something smaller؟ smaller، توجه بکنید small، نمیگم small، small، small. Do you have something smaller? Do you have something lighter? Or یعنی میتونید بگید Have you got something lighter? سبکتر باشه. Have you got something bigger? Do you have something bigger? بزرگتر دارید؟ Smaller؟ کوچکتر دارید؟ Lighter؟ سبکتر دارید؟ Certainly we have got smaller size as well. بله، ما سایز کوچکترش هم، سایزهای کوچکترش هم داریم، همچنین سایزهای کوچکترش هم داریم. We have got smaller sizes as well. یا میتونید بگید We have a smaller size as well. سایز کوچکتری هم دارید. سوال بعدی، What's that? چیه؟ اون چیه؟ What's that? It's a cat. یه گربه است. It's a car. یه ماشین. مشخص. سوال بعدی، What time is it? What time is it? ساعت چنده؟
در پاسخ It's 3 o'clock. ساعت 3. الان من از شما میپرسم حتما در کامنت پاسخ بدید. حالا کاری با دقیقش هم میتونید توضیح بدید. مثلا بگید It's 5 past 2. 5 دقیقه از 2 گذشته. It's a quarter past 3. یه ربع از 3 گذشته. یا 3 و ربع. در پاسخ بگید ساعت چنده؟ What time is it? It's 3 o'clock. It's 5 o'clock. It's 12 o'clock. توجه بکنید تلفظ اوکلاک هم خیلی اشتباه میشه. اوکلاک نیست. اوکلاک. اوکلاک. It's 3 o'clock. It's 5 o'clock. اوکلاک. اوکلاک. در کامنت پاسخ بدید. بریم سوال بعد. خب وقتی که شما بخواید یک خواهش یا یک درخواست مؤدبانه داشته باشید به این صورت. Can I open the window? میتونم پنجره رو باز کنم؟ یا May I open the window? میتونم پنجره رو باز کنم؟ در پاسخ میتونه به شما بگه Certainly. البته قطعا. It's hot in here. اینجا گرمه. It's hot in here. این داخل گرمه. یه بار دیگه تکرار میکنم. Can I open the window? May I open the window? May I open the door? Can I open the door? پاسخش هم که مشخصه گفتم خدمت. میتونید بگید Yes, sure. Certainly. Of course. البته Yes. It's okay. پاسخ هم مشخص. سوال بعدی Is there a bank near here? این نزدیکی ها بانک هست. این نزدیکی ها بانک وجود داره. Is there a supermarket near here? اینجا میتونید هر چیزی بذارید. به جای این جایی که اسلش گذاشته شده میتونید هر چیزی بذارید. Is there a pharmacy near here? Is there a supermarket near here? Is there a bank near here? Is there a hospital near here? Yes, there is a bank on the next street next to the post office. Yeah, بله. یه بانک در خیابون بغلی بغل دست دفتر پست وجود داره. یا یعنی اینکه آدرس کامل میتونه بشه. سال بعد. Where is the nearest bank? Where is the nearest supermarket? Where is the pharmacy? Where is the hospital? Where is the school? Where is the pharmacy مثلا وقتی از شما بپرسه Where is the nearest pharmacy? نزدیکترین داروخونه کجاست؟ Where is the nearest bank? نزدیکترین بانک کجاست؟ Where is the nearest supermarket? نزدیکترین سوپرمارکت کجاست؟ Where is the nearest pharmacy? نزدیکترین داروخونه کجاست؟ در پاسخ میتونه به شما بگه The nearest pharmacy is on 7th street. The nearest pharmacy is on 7th street. نزدیکترین داروخونه در خیابون هفتم است. سوال بعدی Who wrote? Who invented? Who painted? اینجا در گذشته داره اشاره میکنه به اینکه مثلا حالت اول Who wrote the مثلا فلان بود فلان کتاب Who wrote the Sun Also Rises مثلا در پاسخ میگه Hemingway wrote the Sun Also Rises Who invented the car ماشین رو کی اختراع کرد Who painted that picture اون عکس رو کی کشید میتونید در پاسخ بگید مثلا فلان شخص مثلا پیکاسو painted that picture مثلا فلان برای مثال سوال بعد Is there any water? Is there any sugar? Is there any rice? etc. هر چیز غیره این سوال رو توجه بکنید دارم به چیزی اشاره میکنم که غیر قابل شمارشه مثلا برنج مثلا شکر مثلا آب اینا غیر قابل شمارش هستن پس از مفرد استفاده میکنید Is there any water? آب هست Is there any sugar? مثلا روی میز Is there any rice? در پاسخ میتونید بگید یا مثلا به شما ممکنه بگه Yes, there's a lot of sugar left آره کلی شکر مونده There's a lot of rice left کلی برنج مونده Yes, there's a lot of water left کلی آب مونده Is there any water? Is there any sugar? Is there any rice? Is there any salt? خب پاسخش هم که خدمتتون عرض کردم. بریم سوال بعد. آها، حالا ببینید اینجا قابل شمارشه. و شما دارید اشاره میکنید به چیزی که تعداد مونده. میخوایم بگیم
آیا اونجا چند تا سیب مونده، چند تا ساندویچ مونده، چند تا کتاب مونده یا حالا هر چیز دیگه. Are there any apples? Are there any sandwiches? Are there any books? در پاسخ میتونه به شما بگه No, there aren't any apples left. نه هیچ سیبی نمونده، هیچ چیزی باقی نمونده. یا میتونه بگه Yes, there are some apples. There are five apples. هم میتونه سام به کار ببره هم عددی. میتونه بگه پنج تا سیب مونده. Yes, there are five sandwiches left. آره اونجا پنج تا ساندویچ جا مونده. پنج تا ساندویچ باقی مونده. سال بعد. خب اینم چند حالتیه، من حالتهای مختلفش رو براتون میگم. Is this your? Is this his? Is this her? Etc. حالا چیزی. Is this your book? کتاب توه. Is this his book? کتاب اونه آقا. Is this her book? کتاب اوی خانومه. آیا این کتاب اوی خانومه؟ Is this your ball? Is this your house? Is this your car? در پاسخ میتونید بگید No, I think it's his ball. من فکر کنم کتاب اون باشه، کتاب توپ اون باشه، خونه اون باشه، خودکار اون باشه. یعنی که بگید Yes, this is my ball. Yes, this is my book. Yes, this is My house. الان من از شما میپرسم. در مورد موبایلتون یا کامپیوترتون میپرسم. Is this your computer? در پاسخ میتونید بگید Yes, this is my computer. یا میتونید بگید Yes, this is my mobile phone. اک، بریم سوال بعد. Whose is this? Whose is that? این مال کیه؟ توجه بکنید. این مال کیه؟ ما یه چیزی پیدا کردید یا یه چیزی برداشتید میخواید بگید این مال کیه. Whose is this? Whose is that? حالت اول، حالت آپوستروفی S. It's Jack's. It's Jack's. مال جکه. یا It belongs to Jack. حالت دومش، این متعلق به جک است. یا این مال جکه. یه بار دیگه تکرار میکنیم. Whose is this? Whose is this? Whose is that? It belongs to Jack. بریم سوال بعد. What do you do? What do you like? What do you like? چی دوست داری؟ سوال خیلی پرسیده میشه. چی دوست داری؟ What do you like? مثلا میتونید بگید I like playing tennis. من از شما میپرسم در کامنت پاسخ بدید حتما. What do you like? میتونید یکی از علاقمندیاتون رو بگید. I like playing tennis. I like playing football. I like playing a musical instrument. سرم یک ساز موسیقی بنوازم. I like reading and listening to music. دوست دارم موسیقی بخونم و گوش بدم. I like reading a book. دوست دارم یک کتاب بخونم. از شما میپرسم در کامنت حتما پاسخ بدید. What do you like? میتونید پاسخ بدید. I like doing something. I like playing tennis. I like reading a book. I like listening to music. حتما در کامنت پاسخ بدید. What do you like? چی دوست داری؟ I like doing حالت ING یک کاری رو انجام بدید. ساختارش این شکلی. بریم سوال بعد. خب What does she look like? What does she look like? What does he look like? چه تیپیه اون خانومه؟ She اون آقاه he. What does she look like? چه تیپیه؟ چه تیپیه؟ What does he look like? چه تیپیه؟ She is میتونید ویژگیشو بگید. She is tall and slim. She is tall and slim. نگفتم اسلیم. Slim. Slim. She is tall and slim. قد بلند و لاغره. He is tall and slim. He is handsome. خوش تیپه. She is gorgeous. Gorgeous. خوشگله. خوش تیپه. خوش نازه. خب بریم سوال بعد. What would you like? What would you like? چی میل دارین؟ چی میخوای؟ تو رستوران ممکن است شما بپرسن یا تو کافه است شما بپرسن. What would you like? What would you like? تلفظ دوباره رو بازم تاکید میکنم که توجه بکنید. What would you like? I would like یا I'd like فرق نمیکنه. اگه میخواین کامل بگید I would like a یا مثلا I would like five sandwiches یا مثلا میتونید I would like steak and chips. دوباره نگفتم steak
steak, steak and chips. I'd like a steak and chips. I'd like steak and chips. I would like a steak and chips. I would like steak and chips. I would like 5 sandwiches. I would like a cup of coffee. یه فنجون قهوه. I would like a cup of tea. یه فنجون چای میل دارم. خب خیلی این سوال کاربردیه، خودتون میدونی و حتما تمرین بکنید، تو کامنت حتما بنویسید. What would you like؟ فرض بگیرید من گارسون رستوران. What would you like sir؟ در پاسخ میتونی چیزی که میل دارید رو بگید. بریم سوال بعد. What is it like؟ What is it like؟ مثلا شما دارید یک کتاب میخونین یا در مورد یک کشور رفتید بگردید، از شما میپرسه What is it like؟ میتونید بگید It's an interesting country. کشور جالبیه. It's a fantastic book. It's a fantastic book. کتاب خارق‌العاده‌ایه. کتاب بسیار خوبیه. It's an interesting country. It's a fantastic book. سوال بعدی. خب این سوال هم خیلی پرسیده میشه. What's the weather like today? What's the weather like today? تلفظ داوری ها باز هم تاکید میکنن. هوا چطوره امروز؟ What's the weather like today? هوا چطوری پیاز چطوریه؟ در پاسخ میتونید بگید It's raining at the moment. الان داره بارون میاد. At the moment یعنی الان در این لحظه. It's raining. It is raining at the moment. الان داره بارون میاد. یا میتونید هوا بگید صاف و آفتابیه. It's clear and sunny. It is clear and sunny. دوباره نگفتم clear. 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 Clear and sunny. It's clear and sunny. It's raining at the moment. Okay. حالا من از شما میپرسم. What's the weather like today? امروز هوا چطوره؟ منتظرم در کامنت ببینم شما چطور جواب میدید. It's raining at the moment. It's clear and sunny. میتونید بگید It's cloudy. Cloudy. ابریه. It's clear and sunny. It's raining at the moment. It's cloudy. It's snowing. 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 Snowing نمیگم. It's snowing. برف داره میباره. Okay. منتظرم در کامنت. حتما پاسخ بدید. بریم بعد. Would you like some coffee؟ دوباره تو رستوران توی کافه خیلی این سوال پرسیده میشه. حتما خوب تمرین بکنید در کامنت حتما پاسخ بدید. یا ممکنه رفته باشید خونه رفیقتون، دوستتون، یا یه جا مهمون باشید، یا یه جا رفته باشید برای مصاحبه. Would you like some coffee? Would you like some tea? Would you like some food? کمی قهوه میل دارید؟ کمی چای میل دارید؟ کمی غذا میل دارید؟ در پاسخ میتونید بگید اگه میل داشته باشید Yes, thank you. بله، متشکرم. I'd like some coffee. بله، یکم قهوه میخوام. I'd like a cup of coffee. یه فنجون قهوه میل دارم. I'd like a cup of tea. یا مثلا میتونید بگید I'd like a sandwich. بله، یه ساندویچ میخوام. پس در کامنت حتما این سوال رو هم پاسخ بدید. خیلی مهمه که بتونید پاسخ بدید به این سوال. به هر حال مربوط به خوردن و نوشیدنه که خیلی هم مهمه. Yes, thank you. I'd like some coffee. I'd like some tea, for example. I'd like a cup of coffee. I'd like a sandwich. Okay, بریم بعد. Would you like something to drink? دوباره اینم مثل سوال قبلیه. یکم چیزی میخواید برای نوشیدن؟ Would you like something to eat? چیزی میخواید برای خوردن؟ Thank you. متشکرم. Thank you نمیگم. Thank you یعنی تو تانکی. Thank you. یا میتونی بگی Yes. Could I have a cup of coffee? میتونی بگی Could I have a sandwich? این درخواست مؤدبانه است. Could I have? یا مثلا میتونی بگی May I have a cup of tea? A cup of coffee? A sandwich? Could I have a sandwich? May I have a sandwich? Could I have a sandwich? Could I have a pizza? Okay, بریم سوال بعد. What is it about? مثلا شما دارید یک کتاب میخونید. What is it about? تلفظ about, about, about. مثل how, ow, ow. اینجوری صداش. Ow, ow. What is it about? تلفظ داوری هم که گفتم قبلا بهتون باز هم تاکید میکنم. What is it about? در مورد چیه؟ مثلا دارید یک کتاب میخونید.
در پاسخ میتونید بگید It's about a young boy. در مورد یه پسر جوونه. که who likes swimming. در مورد یک پسر جوونه که شنا کردن دوست داره. یه کتاب دارید میخونید. دوستتون از شما میپرسه What is it about? در مورد چیه؟ It's about a young boy who likes swimming. اس likes برمیگرده به سوم شخص دیگه. اینو که میدونید. It's about a young boy who likes swimming. در مورد یه پسر جوونه که دوست داره شنا کنه. What is it about? در مورد چیست؟ را میتونیم پاسخ بدیم. سوال بعدی. خب اینم چند حالتیه. من حالتهای مختلفشو براتون بگم. What do you think about? در مورد نظر. داره نظر شما رو میپرسه. در مورد فلان چیز چطور فکر میکنی؟ چی فکر میکنی؟ نظرتون رو میپرسه. What do you think about your job? در مورد کارت نظرت چیه؟ در مورد کارت چطور فکر میکنی؟ چی فکر میکنی؟ What do you think about that book? What do you think about Tim? مثلا یه فرق. What do you think about Marie? What do you think about Julie? What do you think about Maryam? هرچی. نظر شما رو میپرسید. شما در پاسخ میتونید بگید چون از شما با think پرسیده میتونید بگید I think هیچ وقت یه چیزی که الان خاطرم اومد حتما بهتون بگم هیچ وقت در انگلیسی در فرهنگ انگلیسی امریکایی غیر از ایران هر چیزی غیر از کشورتون که دارید زندگی میکنید هیچ وقت در مورد هیچ چیزی نظر قطعی ندید مثلا اگه مرد به خصوص در مورد یک فرد اگر باشه هیچ وقت نظر قطعی ندید همیشه بگید I think جانب احتیاط رو رعایت بکنید I think this book is very interesting very interesting تلفظ وی رو دقت بکنید میشه دندون های بالا لب پایین رو میگزه very interesting I think that this book is very interesting I think this book is very interesting فکر میکنم کتاب خیلی جالبه پس توجه بکنید What do you think وقتی پرسیده میشه یعنی نظر شما رو میخواد What do you think about در پاسخ میتونید بگید I think و ادامه مراجعه مثلا من از شما میپرسم What do you think about this post نظرتون در مورد این پست چیه What do you think about this clip نظرتون در مورد این کلیپ چیه که دارید الان استفاده میکنید باش دارید تمرین میکنید What do you think about this video در مورد این ویدیو نظرتون چیه؟ حالا نظر شما رو در کامنت میخوام بدونم که این کلیپ چطوره؟ چیزی یاد گرفتید ازش؟ مفید بود براتون؟ در کامنت اینجوری پاسخ بدید. I think this video is نظر شما. میتونید بگید is very interesting. This clip مثلا میتونید بگید اصلا I think this video is boring خسته کننده است. I think this clip is interesting. I think this clip is amazing. I think this clip is useful. حالتهای مختلف. پس در کامنت منتظر نظر شما در مورد این کلیپ هستیم. ببینیم که نظرتون چطور. اگر این روش رو دوست دارید ادامه بدید باز هم همچین کلیپ هایی بسازیم که بتونه به شما کمک بکنه. خب بریم سوال بعدی. خب How big is it? How far is it? How big is it? یعنی چقدر بزرگه؟ مثلا در مورد خونه این طرف میخواید بپرسید How big is it? How far is it? چقدر دوره؟ How difficult is it? How easy is it? چقدر سخته؟ How big? How difficult is it? چقدر سخته؟ How easy is it? چقدر آسونه؟ یا در پاسخ میتونه بگید The test was very difficult. تست خیلی سخت بود. میتونید در مورد خونش بگید یا جایی که حالا مد نظر کنه. It's too far from here. خیلی از اینجا دوره. It is too far from here. Okay. بریم سوال بعد. خب. حالا اگر در مورد چند تا چیز بخواید اشاره بکنید. از are استفاده میکنید و they. How big are they? How far are they? How difficult are they? How easy are they? چقدر اونها بزرگن؟ چقدر اونها دورن؟ چقدر فاصله دارن؟ چقدر اونها سختن؟ چقدر اونها آسونن؟ مشخصه.
The questions، تلفظ questions رو توجه بکنید. Question نیست. Question. The questions were very easy. The questions were very easy. سوالا خیلی آسون بودن. سوال بعد. How was it? How was it? چطور بود؟ مثلا شما یه سفر رفتی، میخواد نظر شما رو بدونه رفیقتون. How was it? How دوباره تلفظ how. How was it? تلفظ W هم توجه بکنید. How was it? How was it? میتونید در پاسخ بگید It was very interesting. It was very interesting. It was very interesting. It was not so bad. خیلی بد نبود. It was so-so. همچین. It wasn't so bad. It was interesting. It was amazing. خب من از شما نظرتون تقریبا دیگه داریم به آخرهای این کلیپ هم نزدیک میشیم. میخوام نظرتون رو در مورد این کلیپ باز هم بدونم. How was it? چطور بود؟ نظرتون رو میتونید در کامنت بنویسید. البته میتونید که حتما بنویسید. It was interesting. It was very interesting. It wasn't so bad. خیلی بد نبود. It was bad. اصلا بد بود. Okay. بریم سوال بعد. آخرین سوال و پنجاهمین سوال از پرکاربردترین سوال هایی که شما ممکنه در انگلیسی باهاش مواجه بشید و باید بلد باشید. What are you going to do tomorrow? فردا میخوام برنامه فرداتون رو بدونم. What are you going to do tomorrow? What are you going to do this evening? امروز عصر میخوای چیکار کنی؟ What are you going to do next week? هفته آینده میخوای چیکار کنی؟ What are you going to do next month? ماه بعد میخوای چیکار کنی؟ میتونید پاسخ بدید I'm going to visit some friends next week. I'm going to visit some friends next weekend. بسیار خوب. به پایان این درس و این کلیپ رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های بی‌دریغ شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. امیدواریم زمانی که ما صرف می‌کنیم و وقتی که می‌گذاریم برای ساخت کلیپ‌ها و تدریسی که صورت می‌گیره بتونه مفید و مؤثر باشه برای شما. حتما در کامنت منتظر نظرات سازنده شما هستیم. اگر مشکلی وجود داره به همون بگید، به خودمون بگید. اگر ویژگی خوبی وجود داره به دیگران بگید. ما رو به دیگران هم معرفی بکنید. حتما کانال ما رو دنبال بکنید و منتظر کلیپ های بعدی و آموزش های بعدی مون باشید. لطفا در کامنت حتما نظراتتون رو بگید. حتما در کامنت ها در تمرین شرکت بکنید. باز هم بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که هر روز شما بهتر از دیروزتون باشه و به سمت اون چیزهایی که میخواید سریعتر پیش برید و زودتر بهشون برسید. بی نهایت سپاسگزاریم.